خب پرسش این که زن تاثیرگذار زندگی شما کیه و چه تأثیری در حقیقت در پروسس شدن کارات و زندگی داشته، کی بوده و چرا؟ خب پرسش خیلی کلی و بزرگیه. در حقیقت باید بگردم دنبال این که چه زنانی تأثیر گذاشتن و این روند رو ممکن کردن. برای من خب طبیعتاً برمیگردادم به قدیم، به دوره کودکیش و دوره آموختناش، و اونجا کسی حضور نداشت به جز مادر من که بسیار زن آزاده‌ای بود و در یک گستره اجتماعی و در دوران سخت اون خودش رو پیدا کرده بود و گذران کرده بود، و این سختی ها و به اصطلاح دست رنج هایی که داشتش طبیعتاً خیلی راحت در اختیار همه میگذاشت و اونا رو بهشون این امکان رو میداد که اگر پرسشی داشتن، اگر میتونست جایی کمک بکنه، قطعاً حضور پیدا میکرد. تأثیر این زن توی زندگی من برمیگرده مثلا به موقعی که ما از آبادان آمدیم تهران، و خب حالا زمانی بود که دیگه من داشتم یاد میگرفتم، میخواستم برم مدرسه، و ایشون تشخیص داد که علاقه ای من دارم به تصویر، و چون تو بکراند زندگی مادرم، یعنی پدرش و برادرش که معمار بودن و به اصطلاح کار گچبری میکردن، یعنی به یک نوعی با هنرهای معماری آشنا بودن و طبیعتاً اون هم احتیاج به یک دید طراحی داشت، توی خاطراتش و دستاورداش این همیشه نقش داشت تو ذهنش. و برای من هم با تعریفایی که ایشون میکرد برام، همیشه نقش اون نگاه به هم منتقل میشد و اون کمکم میکرد که تشویقم بکنه که کار بکنم. خب منم کمتر حرف میزدم، همیشه یه کاغذ و مداد اون موقع ها مثل الان در اختیار بچه ها میذارن که بچه ها مشغول بشن، و منم شروع میکردم به کار کردم، و این براش جالب بود که میدید که خیلی بعضی از این تصاویر داره یک موقعیت تصویری خوب هستن، حالا با اندازه تجربه خودش، سواد خودش و شناختی که از نقاشی و طراحی اینا داشت. طبیعتاً من کمک کرد و منو برد یه کلاسی گذاشت، یادم کلاس سوم دبستان بودم تو یکی از این، اون موقع رسم بر این بود که کلاس‌های آموزشی که نبود، مغازه‌ها نقاش بودن، نقاشی می‌کردن، خطاطی می‌کردن، و اونا یه چیزایی آموزش می‌دادن. من یادمه که سر خیابون فرهنگ امیریه یک نقاشی بود که الان اسمش یادم نیست، ولی کاش که یادم بود، و این حدود 6-7 جلسه من رفتم پیش اون و اون یادم داد که چجوری مداد رو بگیرم، به چه چیزایی توجه بکنم، و طبیعتاً یک الگویی رو برای من تو ذهنم ساخت که بعداً بتونم انجامش بدم. اما اینکه مادر من این توجه رو داشت در یک شرایط سخت و مهیا کردن امکاناتی رو که بتونه این ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً توی محیطی که تو داری یواش یواش رشد میکنی و به نوجوانی میرسی و بعد کم کم میخوای بری درسای دوره تحصیلی تموم میشه و میخوای بری دانشگاه، خب نقطه نظر زیادی وجود داره. تو اون دورهی که من زندگی میکردم طبیعتاً نقاشی نمیتونست جوابگوی آینده اقتصادی کسی باشه، ولی اونجا هم این عمل کرد، عمل کردیشون باعث شد که من بتونم
توی دانشگاه اسنویسی بکنم در حقیقت رشته نقاشی و ادامه بدم. البته اینی که دارم میگم به این معنا نیستش که موانع و صدای خیلی سنگینی بوده باشه، ولی اینکه تو احساس همسویی بکنی از طرف یک نفر که میتونه تو رو درکت بکنه و میتونه آزادت بگذاره بدون اینکه زیاد به جریان عاقبت اندیشی تو فوکوس بکنه، این کار رو انجام بده، خب طبیعتاً مثبت هستش. و خب تمام این طول دوران کمک های مالی اون برای این که من بتونم ابزارامو تهیه بکنم، حالا نه این که فقط ایشون بوده باشه، ولی اون هم از سهم خودش در حقیقت برای این وضعیت خرج میکرد. چیزی که مهمه به نظر من در مورد تاثیرگذاری افراد، حالا اینایی که من گفتم مستندات بود، ولی این که تو یک احساس بکنی که یک همسویی داری و اون داره توی تو شاید چیزهایی رو که خودش هم دلش میخواسته ببینه، تجربه بکنه و در تو میبینه و تو رو هلت میده و کمکت میکنه که این موضوع سخت و پیچیده رو دنبال بکنی، طبیعتاً نقطه قوت این قضیه است. بعدها هم حضورش بود در حاشیه در کنار. موقعی که من ازدواج کردم، همسرم سهیلا، اون دومین کسی بود که یا مهمترین کسی بود که تو این جریان مسیر رو برای من هموار کرد، برای اینکه ما چیزی نداشتیم، یعنی با یک محدودیت بسیار ساده وارد یک زندگی شدیم و این زندگی سخت بود، باید درآمدی می‌داشت و باید ما اینا رو با همدیگه کار می‌کردیم. و اینجا دوستی شکل گرفت، چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم در ازای این تاثیرگذاری. من میخوام بگم که رفاقت و دوستیه که میتونه تاثیرگذار باشه و اینا از این دوتا شخصیت به اصطلاح مادر و همسر به من منتقل شد، یعنی همسویی و همراهی و جاهای تنها نذارن تو رو و زمانی که احساس میکردی که تو تحت فشار هستی و اونا میتونستن به تو کمک بکنن، روحیه بدن، کار بکنی و تو از ناامیدی یا از اون یأسی که میتونست غالب بشه و منفعلت بکنه خارجت بکنه. پس بنابراین این دوستیه، این رفاقته بین من و مادرم و بعد بین من و همسرم وجود داشت و این باعث شد که تا الان ما با هم رفیق باشیم، یعنی بتونیم به همدیگه کمک بکنیم و این تأثیرات رو داشته باشیم. حالا اینکه همسر من چرا تأثیر گذاشت روی کار، میگم که توی روندی که هنوزم من بعضی موقعها که دارم کار میکنم، یک نظر مهم نظر همسرم هستش، چون چشم آشنایی داره، از بیرون راحت نگاه میکنه، خیلی بسته به مسائل نگاه نمیکنه، نظرشو خیلی با صراحت میگه، برای اینکه من دلم خوش بشه اون حرف رو نمیزنه و اون سواد بصری او همیشه به کار من اومده، کما اینکه خود ایشون هم الان کار هنری انجام میدن دیگه، هم آشنا هستن با طراحی، هم آشنا با مسائل فنی کار هستن. نکته‌ای که به نظر من جذابه توی هم تأثیر زنها در زندگی هنری من و هم تأثیر نقاشان زن در و یا نگاهشون به جهان به نظر من متفاوته به خاطر اینکه یک بخشی از عواطف همیشه فعال و دور از منطقشون داره در مواجهه با دنیای بیرونیشون عمل میکنه و تو وقتی که کارای اینا رو نگاه میکنی ازشون یاد میگیری، میبینی که اول از اینکه قضاوت مطلقا ندارن توی نگاهشون و پر از عشق و عواطف هستش و این عواطف و عشق اون چیزها و ابزارهای بصری است که اونا به طور ناخودآگاه میارن. من عاشق توی دوره عاشق کارهای کتی کولویتس بودم به عنوان یک نقاش زن تاثیرگذار. بعدها توی ایران با خانم سمیلا امیر ابراهیمی، یعنی قبلش آشنا شده بودم ولی بعد کارهای خانم سمیلا امیر ابراهیمی هم همین تاثیر رو برای من میگذاره، یعنی احساس میکنم که بی واسطه هستش، جذابه و
تاثیرگذار هستش. و طبیعتاً وقتی که بخوام مراجعه بکنم توی ذهنم به شخصیتایی که یه نکاتی رو دارن که در این حال که شاید تنگاتنگ با تو زندگی نکردن، تنگاتنگ باشون نزدیک و ارتباط نداشتی، ولی از طریق کاراشون باشون ارتباط داشتی، احساس میکنی که با اونها هم از اونها هم تأثیر گرفتی، متأثر شدی، یاد گرفتی و در حقیقت بخش مکمل ذهنی تو بودن.